أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا و از قرآن آنچرا که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خواهر و برادر عزیز و ارجمند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باز هم الله منان سپاسگزاری میکنیم که با ما و شما فرصت عنایت کرد تا در مورد دین ما در مورد مسئولیت های ما و صحبت و مذاکره و گفتگو بپردازیم ما تقریبا چند برنامه است که در مورد قرآن قرآن عزیز قرآن مجید و تأثیرش بالای خانواده و یا اعضای خانواده گفته آمدیم باز هم همون قرآن این برنامه هم در مورد همین مطلب ما هست که دوام میتیم انشاءالله ما تلاش داریم که بگوییم عبادات خود ما را باید که حقشان ادا شود اگر نماز بود اگر روزه بود اگر زکات هست اگر خواندن قرآن است اگر داشتن قرآن است اینا را حقشان ادا باید شود هر یکی از عبادت ها از خودش حقوق بالای عبادت گذار داره که باید دقت شود باید زیبا ادا شود باید به خشوع و خضوع به تواضع به خیلی محبت و شوق و ذوق به طرف عبادت بریم و عبادت انجام بدیم اگر با همین یک حالت ما رفتیم عبادت کردیم بدون شک او عبادت هم بر نزد الله مقبول است و هم تأثیرش بالای ما هست تأثیر مثبتی که ما بعض وقتا از عبادت ها نمی گیریم ولیکن اگر حقش ادا شد درست او عبادت بجا شد او وقت است که ما از عبادت خود ما هم مکافات اخروی به دست می آید هم دنیوی هم در زندگی ما خوشبخت زندگی می کنیم در قبرم اگر رفتیم راحت می خوابیم اگر در میدان محشرم حاضر شدیم انشاءالله اللهی که ما در دنیا از او راضی بودیم ما را در آخرت راضی می سازد حال ما وقتی ببینیم که این عبادت
در رفاه و خوشبختی و سعادت زندگی ما نقش خیلی عمده داره و ما مسلمان ها چرا زندگی ما پر از مشکلات و جنجال هست؟ یک توجه میخواید، باید ببینیم چی کار میکنیم ما، با نماز ما چی ارتباط داریم، با نماز ما را چی، از نماز چی فهمیدیم، ما چرا نماز میخوانیم، ما چرا روزه گرفتیم، حال ما از قرآن گپ میزنیم. در همین ماه قرآن که گذشت، ماه رمضان مبارک، شما باور بکنین ما با خانواده های سر و کارم بود ارتباط داشتیم، زنگ میزدن و دفتر میآمدن که فکر میکردیم رمضان اصلا نیامده، ما اصلا روزه نگرفتیم، ما اصلا در ماه قرآن نیستیم. تقریبا دو روز مانده بود به عید مبارک، به عید رمضان، از جای دور از یک گوشه آلمان و دفتر تلفن آمد و چند وقت پیش هم یک برادر با ما تماس داشت، رئیس فامیل بود، پدر فامیل بود، خانواده بود، از اولادهای اینا، از خانم شکایت داشت. دو روز به عید مانده بود که زنگ زد و از داخل خانه صداها بلند می آمد، به گوش می آمد که رئیس خانواده یا شوهر یا پدر میگه که اگه زن انسان از آدم طلاق بخواه چی بگویم، چی بگویه آدم برو چی کار کنه؟ چون از جنجال پیشترشان خبر داشتم، گفتم مرد خدا چی میگی؟ رمضان است، دو روز به عید مانده، در این وقتی حرفا رو شما از کجا میزنید؟ چرا؟ گفت این امرای خودش خیلی گپ بزن. مثل خانمم در نزدیک تلفن بود، گوشی تلفن رو گرفت و داد و بیداد کرد، ولی از خدا بیاین مرد از چنگ زیر نجات بتین. آه مادر جان چرا یا چی شد؟ امروز سبا عید است، شما روزه نداشتین، شما قرآن نخوندین، از برای خدا چی میگین شما؟ چی شد؟ سبحان الله. میگفت 29 سال هست که من در قید این آدم هستم، من هیچ نمیخواستم با این ازدواج کنم، مرا به زور به این دادن، از اون روز که من زیر شکنجه و لت و عذاب هستم تا همیاله. آه خدا، شما اولاد دارین، اولادها دارن، کلان شدن، اولادها جوان هستن، دختر و پسر. آه خدا، گفتم لا حول کنین، برین وضو بگیرین، یک دو رکعت نفل بخوانین، دستان بالا کنین به درگاه خداوند که خدایا این جنجال ما رو تو حل کو. مادر جان تو 29 سال طاقت کردی، حال در رمضان در نزدیک عید هر حرف میزنی؟ سبحان الله. ما آیا روزدار بودیم؟ آیا در ماه قرآن بودیم؟ آیا این قرآن در خانه ما تشریف داشت؟ آیا ما با قرآن سر و کار داشتیم؟ و طبعا اونا شماره تلفن مرام که یافته بودن از همین طریق شبکه وصال حق بود، اونا برنامه ها رو گوش میکردن. آه خدا، کسایی که برنامه ها رو گوش میکنن، اینا هم نمیتونن سر خودشان حاکم شون، نفسشان از جلوش بگیرن، سرکش از نفس انسان و گمراهی ها شیطان. سبحان الله. حال گذشته های 29 سال اینا میخواین در پشت تلفن با ما بیان کنن. گفتم نکنید، بیاین خیر است، به خاطر احترام به رمضان، احترام به ماه قرآن، شما بینتان کم از کم آتش بس کنید، درگیر نشوید، به خاطر اولاد هایی که در روجه هستن، ما حول ما و شما، همه کسایی که در اطراف شما باشن، اگر اونا مسلمان ها نباشن، در این رمضان چی میگن شما را که در ماه رمضان شما درگیر هستین؟ خانواده بعد از 29 سال میخواین این را به هم بزنین، تا حال وقتی شما طاقت کردین، صبر کردین، آفرینتون که صبر کردین، هر کدامتون اگر مظلوم بودین و صبر کردین، آفرینتون، خواستین خانواده به هم نخوره، در یک عمل انجام شده قرار گرفتین، اگر راست است همین که شما رو به زور دادن. سبحان الله.
ما در پروگرام های ابتدای ما همین داد ما همین بود که این رابطه باید به تفاهم شود، به رضایت جانبین شود، از زورگویی و از خشونت و از تحمیل یک طرف بالای طرف دیگر دست بردار شویم. عواقب خوب نداره. آه خدا، ما میبینیم خیلی، اگر ما نماز میخوانیم، اگر روزه میگیریم، اگر قرآن میخوانیم، اینا هم اگهش عادت بوده، عبادت نبوده، به خاطر تسلی خود ما که نماز خواندم، بلی نماز خواندم، روزه گرفتم، بلی گرفتم، قرآنم هر روز تلاوت میکنم، ختم میکنم، ماه یکی دوبار ختم میکنم، و خود ما را به این تسلی کنیم که بلی ما یک بنده خدا ترس عبادتکار هستم، ولی ای عبادت بالای من هیچ اثر نداشته باشه، در اصلاح ما، در اصلاح خانواده ما هیچ اثر نداشته باشه، اینا عبادت نیست. اگر نماز است یک سپورت است، یک ادمان است، ورزش است، پایان بالا میشیم، یک چیزایی به زبان ما میاریم. اگر روزه است، ما میشه آدم بوی اعتصاب غذایی کردن، گفتن نان و آب نمیخوریم، نان نوش، نان دیگه نمیخوریم. ای است که ما از عبادات ما، از نماز، روزه، قرآن، از اینا بهره گرفته نمیتونیم برای اصلاح زندگی ما، برای خوشبختی و سعادت ما. اینا هم مثل که ما از پدر مادر میراث میگیریم، یک سرمایه را، یک خانه، یک باغی را، و قدرش هم نمیفهمیم که پدر مادر یا پدر و چقدر جگرخونی ها، آبله های کف دست و عرق پیشانی او زمین را یا خانه را به دست آورد و باز برای ما به میراث گذاشت، چون ما او زحمت نکشیدیم، قدر از او میراث هم نمیفهمیم، قدر باغ هم نمیفهمیم. همین رقم عبادت ها را ما مثل که از پدر مادر ها میراث گرفتیم، چون پدرم نماز میخواند، من نماز میخوانم، اون را قرآن میخواندن، من قرآن میخواندم، مرا مسجد بردن قرآن یاد بیارم، رفتم یاد گرفتم قرآن میخوانم، صرف با مو خواندن و اینا ما اکتفا کردیم. اینا که 29 سال از عمرشان گذشته، در چند روز پیشتر دو تا جوان، جوانی که ظاهرشان آراسته است و ظواهر و ظواهر و شعائر اسلامی، محاسن مبارک پسر خواهر با یک حجاب که شایسته یک دختر مسلمان هست، آمدن دفتر، شکایت دارن از روزگارشان، از به اتفاقی ها و کشمکش هایشون. آه خدا، چند روز شد رمضان گذشت، این رمضان اثر نکرد. در ختم های قرآن شما شرکت کردین؟ بلی شرکت کردیم، قرآن میخوانیم، سبحان الله. وقتی مشکلاتشون هم بیان کردن، مشکلات خیلی کوچک پیش پا افتاده. یکی میگه ما با رفیقای میخوایم یک چند روز سفر برم، خانم اجازه نمیده، شوهر سر خانم داد میزنه، تو مرا احترام نمی کنی. یکی میگن شب ناوقت میای خانه و روز خواب میشه، و ما دیگه میگه که یک آشپزخانه نمیره، یک چیز پخته نمی کنه. سبحان الله، ای شد کاری، یک سال از زندگی از اینا سپری نشده. شما در ظرف یک سال همتون در جنجال گذشتاندی. در عروسی ما از امروز اول جنجال پیدا کردیم. یکی گفت که در عروسی ما موسیقی باشه، موزیک باشه، یک کسی گفت نباشه، از همونجا اختلافات پیدا شد و تا به امروز ما در مصیبت های دیگه هم آغوش داشتیم. امروز سبا این کانون خانواده به هم میخوره. شما باید گریه کنین، خدایا چی مصیبت است. ما گفتم شما ببینید، شما را هم اگه به حیث مسلمان میشناسن، شما اگه محکمه آلمانی هم برین، شما با حجابتان و برادر با محاسن مبارکش پیش قاضی ساده شد که ما را جدا کو، شما به خودتان ضرر نمیرسانین، به جمع مسلمان ها ضررتان میرسن،
به اسلام شما ضرر می رسانید. در حالی که شما قرآن خوان هستید اما از قرآن هیچ بهره نگرفتید. قرآن شما رو به چی تشویق میکرد؟ به چی امر میکرد؟ شما لباس یکی دیگه هستن هستین ها؟ شما چنان با هم تنگا تنگ مهر و محبت داشته باشین مثل یکی یک لباس در تن یک انسان است. نه ای که از فاصله ها از هم دور شوید. ما باید عبادت های ما را یک بار تجدید نظر کنیم. ما آیا درست نراستی؟ من نماز میخوانم نمیخوانم؟ الله اکبر، شما دستان رو بسته کردین، کجا میرین؟ در داخل نماز هستین یا رفتین میدان فوتبال هستین، مسابقه بزکشی رو میبینین، در مارکت ها داخل شدین خرید میکنین، یا یک پیش روی یک سریال رفتین سریال سعی میکنین، در حالی که شما رو به قبله استادین الله اکبر دستان بسته کردین، آیا این نماز هست؟ نیست نماز. شما روزه گرفتین اما ای زبان تنها از خوردن و نوشیدن خودش منع کرد، ولی با ای زبان چی گپایی که شما رد و بدل کردین، ختمهای قرآن کردین، صرف بخاریه که با صدای مبارک شما را زیر تأثیر آورده بود و گوش میکردین، ولی از مفهوم قرآن، از مطلب قرآن، از معنایش هیچ چیزی نفهمیدین. قرآن خوب بر از این آمده بود که شما زمزمه هایش را بشنوین، تون صدایش را بشنوین، خوش آوازی یک حافظ یک قاری را گوش کنید. در دنیای خیلی کوچک، کم عمر، خانه ها را زندان کردیم. خانه ای که مرد از بیرون با تمام ماندگی و خستگیش می آید که یک دم راحت در آغوش فامیلی باشه، اونجا هم برش زندان باشه. خانم انتظار شوهرش است که از بیرون بیای بالا به پرخند، زحماتی که روز کشیده اونا از بین بره، شوهر یک میر غضب بیای قهر و خشمی که در بیرون بود داخل خانه با خودش بیاره، خانه را سرم و خانم که انتظار آمدنش بود زندان کنه. ما چرا عبادت های ما به عادت تبدیل شده؟ علت و اسباب زیاد داره. مثال های زیاد، مثلا ما یک آفتاب هست، ولی آفتاب هر روز ما شما میبینیم، خصوصا در کشورهایی که آفتاب هست همیشه هست، هر روز غروب و طلوعش میبینیم، اما یک چیز عادی است برای ما. آفتاب است، چی است آفتاب نمیفهمیم، این نور از این فایده داره نداره، طلوع کردنش چی است، اگر هیچ غروب نکرد چی برپا میشه، اگر طلوع نکرد چی کار میشه، اینا رو متوجه شدیم نشدیم. آفتاب از روشن کرده زمینه، صبح شام میشه، صبح طلوع میکنه، شب غروب میکنه، ارزشش هم نمیفهمیم، قدرش هم نمیفهمیم. خالقی که این قدر خلق کرده، چرا خلق کرده؟ شما یک بار آلی برین این آفتاب معلومات پیدا کنین، در رابطه با معلومات آفتاب چی هست، چرا الله خلق کرد؟ ای که وقت طلوع میکنه چه فایده میکنه، وقتی غروب میکنه چه ضرر میکنه؟ مثلا وقتی شما معلومات های علمی در رابطه با آفتاب پیدا میکنه، آه سبحان الله، چه خالق مهربانه، این آفتاب اگر خلق نمیکرد زندگی نبود، حیات نبود، این چراغ زمین هست، اگر نمیبود همه در تاریکی بسر میبردیم. خدا از این نور از این مبارک چیزهایی برای ما میرسه، این ویتامین ها و چیزهایی را که از نور آفتاب میگیریم، این سبحان الله، وقتی که آفتاب غروب میکنه، اگر غروب نکنه چه حال شوه، سبحان الله، وقت از شما قدر آفتاب، قدر طلوع آفتاب، قدر نور آفتاب و قدر رفتن آفتاب زیر پشت کوها، غروبش، اینا او وقت برای شما خیلی ارزش پیدا میکنه. شاید هم انتظار باشین که خدایا چی وقت طلوع میکنه آفتاب، یا رب آفتاب طلوع کنه، جایی هم خود دعا کردین خدایا الان دیگه آفتاب غروب کنه،
چرا این حرف را زدین؟ شما شناختین آفتاب هم. آفتاب چی بود؟ به خاطر چی آمد؟ چی میخوای الله با این آفتابش از ما؟ از وقت است که از الله هم قدردانی میکنیم، از خالق آفتاب قدردانی میکنیم. خدایا شکر، تو چه مهربان هستی، چه نعمتی بر ما دادی به نام آفتاب و خورشید. سبحان الله. حالا اگر بیاییم به طرف قرآن، قرآنی که نعمت بزرگترین نعمت پروردگار برای انسان قرآن است. یک بار شما بریم داخل قرآن، ما قرآن عزیزه بشناسیم، قرآن پیامش رو بشنویم. حال ما وقتی که مقصد قرآن نفهمیم، پیام قرآن ما نفهمیم، مثل اون آفتاب است که طلوع کرد و غروب کرد و عصر در همون آسمان یا نیست. قرآن هم یک کتاب هست اما دوستش داریم. چرا؟ با قرآن هم عادت کردیم. ما وقتی کوچک بودیم میدیدیم که پدر مادر قرآن دوست داشتن، بوسه میکردن، وقتی که یک جای شنیده میشد گوش میکردن. ما با قرآن انس داریم، با صدای قاری ها انس داریم، دوست داریم که صدای قرآن بشنویم. مثل دیگر موسیقی و نغمه و سرود نیست، یک آواز خاص از قرآن میشنویم، یک آهنگ خاص قرآن داره، با مو دل ما بسته هست. اما صرف با مو شنیدن قرآن، گوش ما با او آهنگش، با صدایش، با موسیقیش، با تونش نوازش میشه. شاید هم گریه میکنیم وقتی یک حافظ با سوخت قرآن میخوانه، ولیکن از داخل قرآن چی رو بیان میکنه؟ شاید هم بازار میریم پول میتیم، کست میخریم از قاری های مختلف، و بعضی که دوستای ما هستن که کلکسون ها دارن از حافظای قرآن، یکی ترتیل میخونه، یکی حفظ میخونه، یکی ورش میخونه، یکی قالون میخونه. سبحان الله. شیخای مختلف را گوش میکنیم، چند تاشو پسند میکنیم، همیشه با اونا سر و کار ما هست. قرآن دوست داریم، ولیکن پیام قرآن چی هست؟ ما متاسفانه در همه قدر اکتفا میکنیم که من قرآن خواندم، قرآن تلاوت کردم، قرآن ثواب داشت، قرآن ثواب، بدون شک اینا همگیش هست. همین که تکرار ما میشنویم، به همین اکتفا میکنیم، به همین خود ما را قناعت میدیم که ما با قرآن سر و کار دارم. در دعاهای قرآن ها میبینیم انیس ما قرآن است، شفای صدر ما، بهار قلب ما قرآن است. بدون شک همه طور هست، اما یعنی باز کنیم ببینیم که قرآن از ما چی میخواید، قرآن چی است، پیام قرآن چی است. وقتی که اگر قرآن با همون تلاوت زیبایی که میخوانه در ما با مفهومش قدم به قدم بریم، کلمه به کلمه مفهومش هم که بفهمیم بریم، باز احساسات ما را برانگیخته می سازد، اثرش مستقیم بالای قلب ما می شه. حالا همین کسایی که در اروپا، امریکا، کسایی که مسلمان نیستن، اینا مسلمان میشن از تلاوت قرآن. که یک کسی تنها تلاوت کنه، او ممکن است خوشش بیاید که خوب صدا هست، ولی اینا را هر کدامش همراه شما مصاحبه کردین شنیدین که یا گفتن که من چرا مسلمان شدم، فلان آیت خواندم، معنیشش فهمیدم، دیدم که تمام سوالهای ما یه جواب داد قرآن، یک آیت اثر کرده، یک سوره اثر کرده.
ولی که معنایش اثر کرده، مفهومش اثر کرده. شاید یک جاذبه داشته وقتی که جذب شده چه صدای مبارک داره این حافظ قرآن، اما چی میگه؟ او اکتفا نکرده تنها بر آهنگ قرآن، پیام شنیده. پیام چی میگه؟ عمر رضی الله عنه وقتی پیام قرآن شنید، دلک مبارک لرزید، گفت کلام آدم نیست، این کلام الهی است. دشمنان قرآن از ابو جهل و اینها وقتی بعض وقتا با دزدی دزدی می آمدن، گوش میکردن که پیامبر قرآن میخواندن، نو معنایش میفهمیدن، ما تو مبهوت میماندن که آرام بیچ کلامی هست. ولیکن ما حال از این حالت خود ما را اگر نکشیم، خانه های ما تاریک میمانن. بسیار کسا هستن در خانه یک سیدی از قرآن، یک کسیدی از قرآن میمانن بلند و خودشون کار میکنن و قرآن خوانده میرن، یک آن وقت که متوجه شدن سرشان شور میتن. اما اگر همی تلاوت قرآن یک کسی صحبت بکنه با شما و زبان خودتان صحبت بکنه، شما دیگه کارتان کنار میذارین، میشنوین که چی میگه ای؟ چرا؟ مفهومش فهمیده نیستن که او چی میخواه برای شما چی بگویه. ما وقتی پیام پیامبر عزیز ما صلی الله علیه وسلم در رابطه با خواندن و تلاوت قرآن گوش کنیم، پیامبر عزیز میگن با صدای خوش بخوان، نمیگن با لحن و با یک تون و با یک صدایت بالا و پایان بکنی که از او آهنگای مختلف بیرون کنی. با صدای خوش بخوان. خود مبارک آیت ها را دانه دانه کلمه و کلمه میخوانن، کسی وقتی نزدیک شما میفهمیدن کل، مثل که کس حرف بزنه، قرآن حرف میزنه. حرف کی است؟ حرف الله هست. الله عز و جل با ما حرف میزنه وقتی قرآن شما میخونید. باید بفهمیم الله چی گپ میزنه، چی میگه الله. ما قرآن مجید دوباره سرش فکر کنیم. وقتی شما قرآن خواندین در خانه خواندین، مادر اولادا را خواستین خانم جان بیا بشین، با چای گلیم بیاین بشین که یک بار از قرآن بر شما بخوان، یک چند آیت بخوان. شما با آواز خوبتان بخوانید، با آواز خوشتان بخوانید، قرائت کنید، دلنشین باشه قرائتتان. بعدش فهمیدین اولادای من؟ اگر راستی هم دقت کنیم، کلمات را که ما شما در زبان خود ما هست در قرآن داریم. کم برای ما شاید اتفاق بفته که به ترجمه ضرورت پیدا کنیم، اگر درست دقت کنیم. ولی منظورم این نیست که ولی نفهمیم معنایش، خودمون میفهمیم، نه ترجمه شم بگیریم. بگویم قرآن یک سوره را خواندین، یک آیه را خواندین، برای عزیزایتون بفهمونیم. امروز الله منون با ما این حرفا را گفت، در سوره فلان اینی چیزها بود که خانواده زیر تاثیر قرآن بیاید. او خانواده ای زیر تاثیر قرآن باشه، در او خانواده جنجال نیست. او پسر نمیگه که خانم به سفر میرم، دلت که خوش هستی خفه من میبرایم میرم. اگر شوهر اصرار کرد و زورگویی کرد، خانم خواهد گفت برو عزیزم، اگر که قرآن در او خانه اثر کرده باشه. شاید اصرار داره شوهر که من میرم سفر، البته کدام حرفی از کدام کاری هست، چرا مانیش میشی؟ اگر میره وقت ضایع میکنه، تو یک بار خب ببین که امور چیست منظور. اگر ضایع کرد،
میشه که برش به خوبی بفهمونی که بیبی عزیزم در این سفر رفتی، پول مصرف کردی، وقت ضایع کردی، دستاورد از این سفر تو چی بود؟ حالا اگر در اون خانه قرآن اثر داشته باشه، او شوهر هم از خر شیطان پیاده میشه دیگه، که راست من اصرار کردم لیکن تو درست گفته بودی، وقتم ضایع شد، پول مصرف شد، هیچ دستاورد از این سفر من نداشت. باز با گفته نمیتونه که تو را غرض نیست، من دلم، من مرد هستم، هر کار کردم میکنم. یا خانم اصرار کنه که بله من حق دارم، تو را نمیمونم گوری، تو بیرون شدی و پلیس تلفن میکنه. در اون خانه وقتی گپا باشه، در اون خانه قرآن نیست، قرآن خوانده شده، قرآن از لحنش و از آهنگش استفاده شده، از متنش استفاده نشده. فکر میکنم که ما به یک میان برنامه بریم، یک تفریح میکنیم، باز دوباره برمیگردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. سراسر همه حکم پروردگار، از او زنده راه و رهی روزگار. سراسر همه حکم پروردگار، از او زنده راه و رهی روزگار. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. همه حکم او حکم محکم بود، همه راه او راه اقوام بود. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. که جان و روان را کند شادمان. سراسر همه تن بکوشتن دهیم، از آن به که قرآن به دشمن دهیم. سراسر همه تن بکوشتن دهیم، از آن به که قرآن به دشمن دهیم. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. که جان و روان را کند شادمان. علومی صنائع از او زنده شد، علومی صنائع از او زنده شد، از او عصر دانش برا زنده شد، از او عصر دانش برا زنده شد. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. جهان را نماید بهشتی برین، کلام خداوند جان آفرین. جهان را نماید بهشتی برین، کلام خداوند جان آفرین. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. که جان و روان را کند شادمان. دلش روشن از نور ایمان بود، هر آن کس که حامی قرآن بود. دلش روشن از نور ایمان بود، هر آن کس که حامی قرآن بود. خوشا بانگ قرآن، خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. که جان و روان را کند شادمان.
چو قرآن نباشد تنی من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. چو قرآن نباشد تنی من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. مشو ای جوان آنی از آن جدا، مشو ای جوان آنی از آن جدا. هدایت بجو از کلام خدا، هدایت بجو از کلام خدا. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، ما و شما، پروگرام ما بمی است که، برنامه ما بمی است که ما زندگی خود ما را جور کنیم، سر و سامان بدیم، هم از نظر مادی هم از نظر معنوی ما مشکلات زندگی نداشته باشیم. و مشکلات زندگی تنها این نیست که مشکلات اقتصادی باشه فقط. همین کشمکش هایی که در خانه است، اینا زیادش میبینیم عدم تفاهم است، نمیفهمیم گپ یکی دیگه ما را. بعض وقتا به ناحق قهر میشیم، بعض وقتا به یک چیز بسیار عادی درگیر میشیم. همینا است که سعادت ما را، خوشبختی ما را ضربه میزنن، اوقات ما تلخ میشه. شاید از نظر اقتصادی خانه های ما همیشه تمام وسایل پوره باشه، آشپزخانه ما همیشه چالان باشه، دود بلند باشه، غذاهای لذیذ از آشپزخانه بیاید سر دسترخوان، ولی عبوس همه ترشرو در بالای دسترخوان ریشتن، اشتها خراب، با هم دیگر درست حرف زده نتونیم، اینا سعادت نیست، خوشبختی نیست. پس ما چطور میتونیم خوشبخت باشیم؟ ما که قدر عبادتهای ما را، حق عبادتهای ما را ادا بکنیم. از عبادتهای ما در بهبود زندگی ما، در سر سامان بخشیدن زندگی ما کار کنیم، از اونها استفاده کنیم. حالا وقتی ببینیم با قرآن، قرآن هدفش، یک پیامش، صلح هست، اصلاح هست، هدایت هست، راهنمایی است. ما یک کسی ما را به یک چیز بسیار کوچک راهنمایی میکنه، چطور خوشحال میشیم؟ یک آدرس، یک خانه را میپالین، یک جای میپالین، فلان منطقه کجا هست، یک کسی شما را صد بار کوشش میکنه ازش تشکری کنید. ولی یک هدایتی که زندگی ما شما را رهبری میکنه، راهنمایی میکنه، به طرف خوشبختی ها رهبری ما میکنه، از خطرات بدبختی ما را برحذر میداره، از افتیدن در گمراهی ها و بدبختی ها ما را هشدار میده. او را ما هدایت، او هم راهنمای ماست، او هم نصیحت کرده ماست، چرا ما از او استفاده نمی کنیم؟ ببینیم پیام قرآن بسیار مختصر است، در یک جمله چند کلمه داخل شده، ولی مفهوم و معنایش خیلی سنگین، خیلی محکم، راهگشا، راهنما، دوا، درمان. و حال همی آیاتی که در اختیار ما هست، در قرآن ما هست، امیر به تعنی و آرامی تلاوت کنیم و بفهمیم، چنان تلاوت کنیم، چنان قرآن بخوانیم که بفهمیم. بعد از اینکه فهمیدیم، او را در زندگی ما تطبیق کنیم، عمل کنیم بالایش. او وقت است که ما پیام قرآن قبول کردیم و تحقق بخشیدیم.
ببینیم در اینجا در سوره اسراء قرآن مجید میفرماید که اعوذ بالله و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب. سبحان الله، واضح چقدر زیبا. و قرآنی و قرآنی است که آن را جدا جدا فرستادیم، یعنی بخش بخش فرستادیم. در 23 سال قرآن عزیز پایان آمد، به مو وقت و زمانی که یک چیز ضرورت میشد راهنمایی میکرد قرآن ما را. آمد، الله میگه من او را فرستادم تا آن را آرام بر مردم بخوانی. برای حبیب خود میگه الله عزیز، برای پیامبر صلی الله علیه و سلم الله میگه که ما قرآن است که این را من برای خودت جداگانه یا بخش بخش روان کردم تا این را آرام آرام بر مردم بخوانی. یک وقت یک جای ختم میکردن، رمضان شریف بود، تراویح بود، یک قاری را خواستن که بیای برشان ختم کنه. قاری صاحب آمد و رویش طرف مقتدی ها گشتاند و گفت که مردم چه رقم ختم میخواین شما؟ مردم حیران ماند که چه رقم ختم میخواین؟ گفت نه، من 3 رقم ختم یاد دارم. یک رقم ختمی هست که یک رقم خواندن است که ما میخوانم که شما نمیفهمین و من نمیفهمم، ولیکن میخوانم. مردم تعجب کردن چه رقم ختم است. گفت صبر کنین. یک رقم دیگه است که من میفهمم که چی میخوانم ولی شما نمیفهمین که چی میخوانم. و یکی دیگه هم است که من میفهمم چی میخوانم، شما میفهمین چی خواندم. ما در ترکیه یک کسی گفت که تراویح 29 رکعت نماز در 7 دقیقه یا در 12 دقیقه، فراموشم شده باشه، 7 تا 12 دقیقه 29 رکعت نماز تراویح اینا خواندن. این نماز نفرین میکنه برای کسی که او را همطور خوار و زار کردن، حقارت کردن نماز. این قرآن کسی که تلاوت میکنه، هم تلاوت کننده باید بفهمه، هم شنونده باید بفهمه، حتی مفهومش هم بفهمه، معنایش هم بفهمه که چی خواندی. شما برای کسی یک خط را میتین یا یک کتاب را میتین بخوان، میگین منظورتون چی هست از اون؟ از خواندن منظور فهمیدنش هست. وقتی یک نامی برای شما از یک دوستان میوره میخوانین، خواندین اوستو میپردین، خواندین نفهمین چی؟ نه بابا، خواندین میبینین از شما کدام چیز خواسته، هار میبینین برای شک چیز روان میگه، یک توفیق از شما خواسته، یک درخواست کرده. گفته وقتی این نامه برای رسید، این دوستی سفارش کرده که اینا رو بکن. شما میبینین در تلاش عزیز که سفارش ها بجای شود، یا یک شماره برای شما نوشته که یک شماره تلفن وقتی ختم رسید به این شماره زنگ بزن، شما به شماره زنگ میزنین نمیزنین؟ شما رو به خدا خو میکنین، ولی وقتی پیام الله میای برای ما، نامی از طرف الله آمده، یار بخونیم نفهمیم چی گفتن، چقدر عیب است. ما ایست که حق قرآن ادا نکردیم، حق این پیام ادا نکردیم، چرا نفهمیدیم این پیام چی گفت برای ما؟ پس باید بفهمیم. شما یک دوستتان از یک کشور غیر از خودتان، زبانش دیگه است، یک جایی سر خوردین در یک راه، در یک سفر با یک دوست، مثال دوست افریقاییتان سر خوردین که از سومالی باشه، مثال میگم، یک وقت خود یک دو روزی با هم بودین، خداحافظی کردین، رفتین، از کشور خود برای شما نامه نوشته کرد به زبان خودش، زبان شما را که نمیفهمیده، یا اگر بسیار همت کرده باشه که باشه لغت نوشته کنم که در اوج ترجمان پیدا کنن، به انگلیسی نوشته کرده باشه، به عربی نوشته کرده باشه، و شما هر دو لسان نمیفهمین، خط از این دوستان آمد، شما رو به خدا سیل میکنین، باسا میکنین، سر پیشونتون میمونین، در وقت خانیتون میستون، یا میبینین که چی گفته باشه این دوست من، شناختینش که ها
این فلانی بود که ما در سفر دیده میشیم. میرین شما نفر پیدا میکنین، او رو میخوانه برای شما ترجمه میکنن، اما تو میکنین، این نرمال است، این باید بود کنین و میکنین. اگر ترجمه نیافتین، شما این در دلتان یک نارامی میباشه که این دوست ما چی گفته باشه. تا که ترجمه نیافتین شما آرام نمیگیرین. ولی بیاید با قرآن هم بیت کار کنیم. قرآن چی گفت؟ حالا ما هم کارهایی را که سفارش کرده هم بکنیم. جای باز هم ببینیم که همی که با یک صدای خوش میگن، با صدای خوشتان بخوانین قرآن، در سوره مزمل ببینیم اعوذ بالله ورتل القرآن ترتیلا، قرآن را بخوان خواندنی، اتو بخوان که خوانده خواندنت مثل خواندن باشه، حق خواندن ادا کو، اینو بونگ 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 نکو، یک قسم میخونی که فهمیده نشه. نه، درست بخوان، درست بخوان و بفهم که چی خواندی. جایی میگه که باز در سوره قمر میگن ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن را آسان ساختیم برای تذکر و برای پند و نصیحت. میفهمید وقتی که براتون گفته شده که الله اینطور مطالب برای شما پیشکش کرد، میفهمید بسیار آسان است فهمیدنش. خود قرآن این گپا را بر ما میگه. ما وقتی از قرآن متأثر شویم و قلب ما اثر کنه، بعد از اون در صدد از این میشیم که ما یک کار انجام بدیم. تا که در اینجا اثر نکنه، ما رو با احساسات نیاره که از ما یک چیز خواسته شد، ما باید این انجام بدیم. احساس انجام در قلب ما ایجاد میشه. این همون اثر قرآن است. پیامبر علیه صلی الله علیه و سلم وقتی که میگن زیاد قرآن بخونیم، در این زیاد قرآن خواندن دو تا گپ است. یکی که شما زیاد اجر میگیریم، یک حرف از قرآن هم که ما میخونیم اجر است، 10 تا ثواب میگیریم در ادا کردن یک حرف قرآن. ولی از طرف دیگیش تکرار تکرار باید ما این رو بخونیم و زیاد بخونیم که ذهن نشین شود و بفهمیم که از ما قرآن چی میخواید، در تلاش فهمیدن منظور قرآن شویم، منظور او آیت را که خواندیم، منظور او سوره را که خواندیم. ببینیم در حدیث مبارک است که حضرت عبدالله ابن مسعود نقل میکنند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند بیشک این قرآن ضیافت الهی است، یک مهمانی است، یا اگر بگیم یک دسترخان است، یک سفره از طرف الله هم هوار شده، نعمت‌های گوناگون لذیذ در سر از این سفره یا دسترخان گذاشته شده. قرآن ضیافت الهی است، آنچه می توانید از این ضیافتش فرا گیرید، بردار هر چیزی که دلت میشه، هر چیزی که برداری. یک گپش مثلا شما رو میگه که به فقرا کمک کن، تو به فقرا کمک کنی ببین چی کار میشه. یک سفارش میکنه پدر مادرت است، اوف نگو برش. و هم سوال از این، دروغ نگو، رشوت نگی، حق مردم نخو، خیانت نکو، آدم نکش، هر کدامش این دسترخانی است که پر از نعمت است. هر چیز از این بگیری بر تو گوهر و در است. این ریسمان الهی است، نور روشنگر، سبحان الله. تو از این ریسمان بگیری تو را نجات میده، الله کشت میکنه به طرف خودش،
به طرف سعادت و خوشبختی و معراج تو را بلند میکنه. این قرآن نور است، درمان مفید است، دوا است، علاج است. این حدیث شریف است، میخوانم باشه معنایش است. هر کس بدان تمسک جوید مسئول میمانه. هر کس که به این قرآن متمسک شد، این قرآن از خود کرد، به این قرآن عمل کرد، به این قرآن عهد و پیمان بست، وفا کرد، این در امن و امان است. از گزند هر شریری الله ایرا محافظه میکنه، مسئول میشه. و کسی که دنبال رو آن گردد نجات می آبد. هر کس از دنبال قرآن بره، از عقب قرآن بره، یعنی به قرآن توجه کنه، به قرآن اقتدا کنه، قرآن رهنمای خودش بگیره، از پشت قرآن بره، یعنی قرآن عمل بکنه، نجات پیدا کنه. دوام حدیث: هیچ کجی و ناراستی در آن نیست تا کسی بخواهد آن را راست گرداند. این کار با ما شما دیگه الله نسپرده. بعضی کسا مریضا هستند، کاری این آیت در این وقت صدق نمی کنه، ایر ما باید که عوض کنیم، کم کنیم، زیاد. اعوذ بالله، اعوذ بالله، اینا همه شیطان های انسی هستند، دشمن های قرآن هستند. اینا رسول الله میگه صلی الله علیه وسلم که هیچ کجی و ناراستی در آن نیست تا کسی بخواد آن را راست گرداند. سبحان الله. هیچ انحرافی در آن نیست تا کسی خود را در رنج انداخته و آن انحراف را بزداید. تکلیف نکشین شما که اگر اتر می بوده تو می شد، اتر اگر می شد خوب بود، اگر میراث هم برابر مردا زنا می گرفتن بهتر بود. اینا نفهمیدن که ای کلام الهی است. اللهی که خالق ما و شما هست، خالق زن و مرد هست، او اللهی را تقسیم کرده، ما او تو تقسیم نکردیم. پیغمبرم در این تقسیم دست نداشته صلی الله علیه وسلم. دو تا کتاب خواندن، خودشان آل مفتی شدن و حال در قرآن غلطی میپارن، نعوذ بالله. زحمت میگه نکشین شما، خودتونه که این کتاب کدام کجی داشته باشه، انحراف کرده باشه اصلا. شگفتی هایش پایان ناپذیر است. هر روز یک معجزه از قرآن کشف میشه، در ساحای علمی، در ساحای تکنیک، در ساحای انواع مختلف، طب، اقتصاد، زراعت. علما هستن که علم چون پیش میره، تکنیک پیش میره، از قرآن اکتشافات میکنن. شگفتی هایش پایان ناپذیر است تا به قیام قیامت. کسی میگفت که در روده انسان یک جایی است و اون اپندکس، یک چیز اضافی است که بعض وقتا اپندیسی میشیم ما، در اصطلاح ما شما اپندیسی میگن. آل دکترها میگفتن که امیر اگه ما قطع کنیم، بسته کنیم، که خطر اپندیسی هم رفع شود. بسیاری جای همه طور کردن. طفل در وقتی که تولد میشد چیزهای اضافیش می گرفتن. آل خودشان میگن که کسایی که عملیات اپندکس شده، روده اضافگیش گرفته شده، عمرش کوتاه‌تر بوده نسبت به او کسایی که رودشان گرفته نشده. قرآن میگه خدا هیچ چیزی را بیهوده خلق نکرده. سبحان الله. یه و شگفتی های قرآن است که علم ایره حال برش خدا میرسانه که ها الله منظورش از این حرف ای بوده. دوام حدیث: به خاطر کثرت تکرار کهنه نمی شود. شما رو به خدا هر چقدر قرآن میخوانین هیچ دلتون نمیدنه. یک کتاب دو دفعه میخوانین میگین این خواندیم، کنار میگذارین. ولی قرآن هر روز شما بخوانین، روز دوم باز خواندین، هیچ
خسته نمیشین، هیچ براتون کهنه نمیشه تکرارش. آن را تلاوت کنید، خداوند در برابر تلاوت هر حرف آن 10 پاداش به شما میده. رسول الله میگن صلی الله علیه وسلم جای گفتن زیاد بخونین، از زیاد خواندن کهنه نمیشین، در دلتان نمیزنه، خسته تان نمیکنه. و برای تشویق آل میگن که در برابر هر حرف الله 10 تا پاداش برات میده. نمیگویم که در برابر الف لام میم 10 پاداش، بلکه خود الف 10 پاداش، لام 10 پاداش، میم 10 پاداش است. سبحان الله. آل وقت ما میبینیم که این قرآن برای هدایت ما آمده، باید ما بفهمیم حق قرآن ادا شود. عزیزای من وقت ما باز پوره هست، من یک آیت مبارکه را میخوانم که در سوره صاد میآید که اعوذ بالله، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. راست گفت پروردگار عزیز. بر پیامبر خود میگه که ای محمد صلی الله علیه و سلم، این قرآن کتاب پر خیر و برکت است، این کتاب پر خیر و پر برکت است، و رو بر خبر تو روان کردیم و تو درباره آیه های ازی به خاطر ازی که درباره آیات هایش بیندیشن، ما و شما باید بیندیشیم، فکر کنیم، تفکر کنیم. و برای خردمندان پند است، خردمندان کسایی که عقل داره، فراست داره، بصیرت داره، اینا از این پند بگیرن، این آیات تلاوت کنیم و با ثوابش بگیریم دیگه، برداریم نبوده. میریم به طرف یک میان برنامه، باز برمیگردیم. امیدوار هستم تلفن ها باز شود، شما عزیزا صداهای گرمتان هم بکشین. السلام علیکم و رحمت. شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، دیاری خداوند شیطان ز خود براند. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند شیطان ز خود براند، شیطان ز خود براند. ما بنده خداییم، بر درگهش گداییم، بر دین مصطفاییم، با قرآن هم نواییم. ما بنده خداییم، بر درگهش گداییم، بر دین مصطفاییم، با قرآن هم نواییم، با قرآن هم نواییم. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. حالش خواهی بدانی، احادیث و بخوانی، حالش خواهی بدانی، احادیث و بخوانی. گفتا که زملونی یا اهلی دثرونی، گفتا که زملونی یا اهلی دثرونی.
پیامبر خود بترسید، از سنگینیش بلرزید. پیامبر خود بترسید، از سنگینیش بلرزید. به سوی خانه دوید، رسول الله بگردید، رسول الله بگردید. قرآن قرآن کتاب ماست، جان بخش و رهنمای ماست. قرآن قرآن کتاب ماست، جان بخش و رهنمای ماست. قرآن فروغ زندگی در قلب و سینه های ماست، در قلب و سینه های ماست. این هیبت قرآن است، سنگینی ایمان است. این هیبت قرآن است، سنگینی ایمان است. بر دشمنان برهان است، نور دل خوبان است. بر دشمنان برهان است، نور دل خوبان است. قرآن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست. در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ما. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، ما گفته آمدیم که خداوند عز و جل قرآن بر ما همچون پیام هدایت و اصلاح فرستاد که ما او را سرمشق زندگی ما قرار بدیم. خانواده ما، اولاد ما، زن و فرزندان ما، همگی در سیر سایه قرآن زندگی آبرومند و خوشبختی را، خوشبختانه را سپری کنند. آیات های زیادی را ما داریم که ما را به امی حکم میکنند، حالا به امی که پیشتر از سوره صاد خواندم که این کتاب پر خیر و پر برکت است. وحی را بر شما نازل کردم که سر از این فکر کنید و از این پند بگیرید. و کسایی که پند میگیرن اون را یک صفت میکنه الله عزیز، که دانشمندای شما، آدمای فهمیده تان، جاهل ممکن است نمیفهم از این چیزا. جاهل تنها بی سواد نمیگن، بسیار کسایی هست امروز به نام روشن فکر از قرآن خبر ندارن، اینا جاهل هستن، اینا دانشمند نیستن. فکر میکنن روشن فکر هستن، از اینا که تاریک کسی نیست. روشنی رو گم کرده، طرف تاریکی روان از خلش که طرف روشنی میره. پس وقتی که ما از تلاوت قرآن، از قرائت قرآن صحبت میکنیم، از خواندن قرآن صحبت میکنیم، مانایش ایست که باید قرآن فهمیده شود. ما در جای هم ببینیم باز قرآن عزیز در سوره یونس میآید که یا ایها اعوذ بالله یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين. قرآن برای ما معرفی میکنه الله، ای مردمان
از سوی پروردگارتون برای شما اندرزه یا یک رهنموده، یک رهنمای زندگیه برای شما آمده از طرف پروردگارتان و درمان برای چیزهایی که در سینه هاست. در سینه ها بعض وقتا کینه، عقده، نفاق، نقشه های بسیار خطرناک برای دشمنی، برای از پای انداختن یک کسی، خدای ناخواسته برای هزار فتنه و فساد در سینه ها وقتی ای افکار است یا در دماغ است، همین قرآن اینا را هم شفا هست برش، این سینه ها را از این چیزهای آلوده و مرض و میکروب پاک میکنن همین قرآن. و این برای کسایی که ایمان آوردن برای الله یک هدایت و رحمت است. پس ما میبینیم که اگر از تلاوت قرآن گپ میزنیم، این خود تلاوت قرآن، یاد گرفتن احکام قرآن، تجویدش از احکام تجوید است، حرفا باید درست ادا شود، قرائت درست کرده شود، صدا بسیار صدای موزون باشه، صدای خوب با صدای خوب خوانده شود، به حساب ترتیل بگویم ترتیل خوانده شود، آیات ها حفظ شود، در آیات ها تدبر شود، تفکر شود، و این قرائت هم به صدای رسا و حزین باشه، اینا کلگیش میگه یک ابزار میشن، یک وسائل میشن برای فهم قرآن، که باز قرآن رو بفهمیم. همگی از اینا وسائل است که ما برای تحقق کردن هدف قرآن ازش استفاده کنیم. اگر ما قرآن درست خوانده نتونیم، مثل خود قرآن باید امور رقم خوانده شود. جبرائیل علیه السلام بر رسول الله برک خواندن قرآن، امور رقمی که از الله شنیدن خواندن، سبحان الله. پس به آواز بسیار رسا، حزین، خواندن بسیار زیبا تلاوت شود. و این تلاوت اونمو است که فهمیده شود. زیبایی قرآن در فهمیدنش است. نه دهی که یک ببینیم ده وقتا بعض کسا حتی جوان ها را تشویق میکنن که قسم بخوانن که سرشان فشار میاد، نفسشان قید میشه، رگای پیشانی و گردن استاده میشه، رنگ سرخ میشه، فشار میاد. یک فکر میکنین که حال انفجار میکنه سر این بیچاره وقت میخوانه، صدا نفس کوتاهی میکنه، با زور میزنه و نفس میکشه. و سبحان الله، شما قرآن زیبایی زینا نیست. شما یک آهنگ جور کردین، یک تون برش دادین، یک مقام برش دادین، با حال بسیاری جایا از این مقامات و از صدا را بالا کردن و پایان کردنش رو رنگ آرنگ خواندن. استغفر الله، شما باز مفهوم از اویش گرفتن نمیتونید. احکام تجوید هم بعض وقتا زیر پای میشه وقتی که همه طور کارا میکنیم. جایی که مد نیست بسیار میبینیم کشال میکنه، جایی که باید کم شدت داشته باشه میبینیم که از پیشش شده از بین میره، جایی که باید شده نباشه شد میده و آهنگ جور میکنه. بنابراین ما برای تحقق هدف قرآن از اینا اگر استفاده میکنیم که درست ادا شود، تجوید خوانده شود، حروف از مخرجش ادا شود، حفظ شود، حفظ قرآن، اگر حفظ یک کسی حفظ کنه قرآن و عمل نکنه، سبحان الله. در اینجا ببینیم عالم بزرگوار ابن قیم رحمت الله علیه میگن که اهل قرآن کسانی اند که نسبت به آن دانش و آگاهی داشته باشند. اهل قرآن، خداوند ما شما را از اهل قرآن بسازد. در خانواده قرآن باشیم، از جمله پیروای قرآن باشیم، قرآن تاج سر ما باشد، که
کیا هستن میگه ابن قیم رحمت الله علیه؟ اهل قرآن کسانی اند که نسبت به آن دانش و آگاهی داشته و محتویات آن عمل نمایند. ها بفهمن عمل کنند. دوام صحبتشان است که هرچند که آن را حفظ نکرده باشد، حافظ نیست، اما اهل قرآن حساب میشه. چرا؟ این قرآن فهمیده و عمل کرده. اما ببینید دیگه چی میگن؟ کسی که آن را حفظ کند اما آن را نفهمد و به آن عمل نکند از زمره اهل قرآن محسوب نمیشود. بلبل ورق خوانده بتونه، حافظ است. این کدام آیت در کدام صفحه است؟ شماره آیت چند است؟ هم میگیشه بفهمه. به چند قرائت، به 7 قرائت قرائت کنه، ولی وقتی نفهمید مفهوم قرآن و او عمل نکرد، اهل قرآن نیست. این قرآن فردا ایره به پیش الله دیگه شفاعت چه نمی کنه، شاید هم ازش شکوه کنه که یا رب این من خوب خواند ولی که من ترک کرد، عمل نکرد، نفهمید من چی میگم برش، جز در آهنگا مشغول شد، لحنش سار زیبا کرد، مردم در دور ششتن چک چک میکردن، تحسین میکردن، ولی که به من عمل نکرد. نمیفهمید من چی میگم برش، هیچ زحمت نکشید برد ترجمه را پیدا کنه، ترجمه را پیدا کنه. خب پس اهل قرآن نیست، هرچند چنان حروف را راست و درست و صحیح ادا نماید. خب این کارها را بکنه ولی که الله او را در جمله اهل قرآن حساب نمی کنه. چقدر زشت است. یا تلفن ما مشغول است یا که شما تلفن متوجه نیستین. به هر ترتیب اگر تلفن باز باشه که شما هم یک زنگ بزنین، یا اگر شما زنگ میزنین و زنگتون کدام سونه دیگه میره، به هر ترتیب. حالا اگر ما هدف قرآن فراموش کنیم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اگر ما یاد ما رفت که قرآن چی میخواید، هدف از قرآن چی بود، پس ما به اونم ابزارش مشغول میشیم، حفظ میکنیم، قرائت بسیار مقبول میکنیم با تونهای مختلف، آهنگهایی برش میتیم، اونم تو صفحاتش نشانی میکنیم. یک کس اگر گفت که فلان آیت در کجاست، فورا برش بگوییم، سر آیت بخونه آیت آخر برش بکنیم، یک کلمه را از داخل آیت انتخاب کنه، این کلمه در کدام آیت ها هست، فورا 10-20 آیت با اون کلمه پیدا کنیم. اینا اونم ابزارش هستن، ما با اینا باز مشغول میشیم، شب تا صبح هم قرائت میکنیم، ختم های پشت تا پشت میکنیم، محافل ختم قرآن میگیریم، مصرف میکنیم، دعوت میکنیم، بیایید که فلان شب ما ختم قرآن داریم. هدف باز امینا میشه، ابزار دیگه نیستن. هدف ما حفظ قرآن شد، هدف ما قرائت قرآن شد، از مفهوم و پیام قرآن دیگه ما غافل میشیم، ختم ها برگزار میکنیم، ختم های یک شبه میگیریم، جایی هم افتخار میکنیم که من در هر 3 روز یک ختم میکنم. گپ ما از پیام قرآن میایه به چیزهای دیگه. اگر ما هدف قرآن فراموش کردیم، قرآن به خاطر چی نازل شد؟ حسن بصری میگن عبدالله که شما قرائت قرآن را منازل قرار داده اید، سبحان الله، از شب شطوری ساخته اید که بر آن سوار شده و آن مسیرها را می پیمایید، در حالی که پیشینیان شما قرآن را پیامهای از سوی پروردگارشان می دانستند، سبحان الله. چکار میکردن اونا که یک پیام از طرف الله برشان آمده بود، او را تو فکر میکردن، شب قرآن را تلاوت میکردن
و او آیاتش تفکر و تعمق میکردن، صبح که میشد او را عمل میکردن. سبحان الله. ما بسیار عزیز داریم شبها قرآن میخونن. بعضی سوره هاست که میگن هر شب اگر انسان بخونه در روز قیامت خداوند او را حسابش آسان میسازن. اگر باز ای تنها خواند و به مفهومش توجه نکرد و به دستورش عمل نکرد چیکار میشه؟ سبحان الله. حضرت عبدالله ابن مسعود میگن که قرآن فرستاده شد تا بدان عمل شود، شما نیز به صورت عملی آن را بررسی کنید. اما اگر شب تا صبح ما ختم کنیم، صبح نماز هم از پیش ما قضا شود و کارهای خیر دیگه هم که از ما قرآن خواسته بود اونا را من انجام ندیم، برنامه رحمت. السلام علیکم. ولی سلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر. یک سوال دارم. ولی سوالم گفتم میتونم و 21 میخواهیم ببخشید مولوی صاحب، یک دقیقه 4 دقیقه وقت شما رو بگیریم. بسیار سوال مهم است. خواهش میکنم بفرمایید خواهر. ما تقریبا یعنی یک 8 دقیقه وقت داریم، بفرمایید. سوال ما قسمی است که ما یکی از دوستای ما هست، رفت آمد داشتیم. خب بله رفت آمد داشتیم، رفت آمد خانوادگی اینا بسیار، اینا مردم خوب در ظاهر بسیار مردم خوب معلوم میشدن و این یک پسرش بود جوان، ای با پسر خطر جای دختر میخواد باری میرفت، پسرش خوش نمیکن نمیکردنمه تو، اما مادر از او را من بسیار زیاد دوست داشتم. من به خاطر از او گفتم باشم این کار خیر است، میگه در کار خیر که هر کار باشم، میگه خداوند اجر ثوابش برای انسان میتونم گفتم باشم که شاید این این بچی از این از من یک خواهرم است، گفتم اگر میخوایی که با او خواهرم من گفتم میتونم با خوارزادیم چون من خانی از او کلان شدیم، گفت مگر میشه شما ایره ببینید که نمی جان جان شما خلا شاید میشه که خدا نمی بسته نمی دختر خالش کنه، به خاطر از این من زیاد میگفتم این نمی جان جان از خانه زیاد خلا شما بستر به خاطر مادر از انسان از میگه قسمت نصیب بدست الله جل جل و از انسان میگه یک چیزی کوشش میکنه و خب گفتم کت مادر صحبت کردم به خاطر سفتیز و هم یک پای خورداری خدا من شام دادم خوی بچه یک 60% ایره دیدن راضی شدن راضی خوش بودن. خب کت از اینا یا کت من صحبت کردن من از آلمان گپ میزنم زنگ داریم همیشه خوارداریم در افغانستان هستن دیره به خاطر از اینیم که به سلمان های بسیار متوجه باشه، گفت کت من زیاد دیگنم تو بچه زنگ زد بخواهم شیره و فلان دستمان زیاد اینا شیرین زبانی، گفتم خوب سعی درست هست مار فامیل از ها در اخلاقی بیار مردم خوب هستن اتونیست مردم ایتی، ولی گفت خوب سعی ما افغانستان صحبت کردم زبانی ازی بچه گفتم انتو فامیل هم همه شنو هستن انتو فامیل هستن خوب مردم هستن، ولی یک مشکل ایست گفتم که بچه انتو نماز نمیخوانه اصلا به نماز چیزا هیچ توجه نیست باور نداره، وقتی که گفتیم شاید که این پردن قدر کرده ما رفت آمد داره خوب باشه شاید که این همی گپ ما بزنیم گپ ما رو رد نهاد کنه، به خاطر که ما کتابی رفت آمد چرا مادرش ندیدم نماز میخوانم شیریج نماز میخوانم ولی این بچه نید، بالاخره یک 60% کار نمود تو تجریان بود، وقتی که ما افغانستان زنگ زدم ما گفتیم به کار چی بودی بچه افغانستان میده به خاطر پرد ببینه ما گفتیم ما یک شرط داریم کسید به خاطر که رای مسلمانی است تا اونجا بری اذیت شوی ما خوش نداریم که یک مسلمان اذیت شوی، گفتم باید
تو دختر اینجا که باگه قسمت بود بگیری دختر را بیتونی اینجا سرشلوت کنی بیجاب کنی و تو باید پین وقت نماز تا بخونی و چیزای مشکوک چیزا نخوری. ما مسلمان هستیم، اول باید اینجا ایکار روزه و یک روزه نیست، باید انسان مسلمان باید در قدم اول از مسلمانی از دین گفت بزنه، چرا کار یک روزه و دروزه نیست مولای صد. وقتی که ما این حرف زدیم به این پدر بچه بچه نبود، خب پدر بچه به بچه قطع کرده، بچه بسیار ناراحت شده، اصلا حرف ما را رد کرده. خب حرف ما را رد کرد و دیگر روز که بر شوهر زنگ داد و پس پدرش میگم میگه برو بر دختر برو یک آدم ریشکی را خیلی پیدا کن، یک آدم نسواری را. خب و من بسیار به این خاطر جگر خون هستم، خدا شکر که کار نشدم. او دختر از خدا را شکر دختر 18 سالش است، گفت من چیزی را اروپا را کار ندارم، من اندام مسلمان را کار دارم، برای مسلمان باشه این کار یک روزه و دو روزه نیست که من اونجا جای فردا سرم نشه و بچه از نماز از کلیمه نباشه، من اروپا را کار ندارم، من پول کار ندارم، هیچی را کار ندارم. وقتی خودم هم نیت خودم هم نمی چیز بودم، وقتی که این حرف با من داد میگه برو بگه یک آدم نستاری یک آدم دیشه که خدرش میگه بسیار ناراحت هستم. مسلمان های ما یک تعداد مسلمان های ما زیاد میخواد مسلمان مسلمان میگن ولی آخرش که امتحان میکنی مسلمان مسلمانیش در کدوم برای از کشش مثل یک کدو آره خلاص کرد. من دیگر به خاطر دیره میگم من خودم در اروپا زندگی میکن دازه که فامیل هم نمیشناخته با برای فامیل های دیگه میگه میره برای مسلمان های وقتی خیلی دیگر متوجه باشد. خدا خیرتان بده، خدا خیرتان بده خواهر، لطفه نماز نخوانه دیگه نخوانه پول داره یه پرکت هیچ فایده نمیرسانه. در با خودم در این اروپا زندگی میکنم مرا مشناختنم بود تا یک اندازه فامیلش میفهم و مادر پدرش حالی گفته اگه تا عوض از چی میگن عوض دوی خطا خورده دلوش یک دسته نمیتونه گفت پدر مادر رو گوش نمیکنه این نماز دیگه مستم شاید که من که دیار افتا مادر این گفت ما را یار رد نکنن. چرا او دخترم این وقت نماز خدا میخوانه با ما پولش زرن ما با اروپا گازی نمیخوانه. من اینمی جستم اینمی خدا را شکر اولادای ما در این بنای مسلمانی رو تر خود تطبیق میکنیم در بس مجبوری اینجا آمدیم از مشکلات آمدیم در این آمدیم که ما خدا بازیم به اینجا با اروپایی ها. خدا خیرتان بده خواهر. اینجا اولاد من خدا شکر هزار بار از سن دو سالگی در ده ساله میشه که درای مسلمانی تشویقش میکن دیگهش میکن کل چیز از تو اینم یه اولاد من سر از او خنده میکنم. خدا خیرتان بده خواهر عزیز، بسیار تشکر. بر شما زنگ دانه که در این باره یک بر ما یک معلومات بدی که مال ما من بخواهیم کتی مردم جایی دست رفت آمد یعنی وقتی که از رای مسلمانی رای مسلمانی را متوجه نیستند دیگه نیستند آیا کتی قسم انسان رفت آمد جایز است یا نیست. خدا خیرتان بده انشالله. من یادداشت کردم خواهر عزیز انشالله، خدا خیرتان بده، بسیار تشکر، لطف کردین. انشالله این حرفتان هر عزیزی که شنید انشالله به او هم یک گوشزد است، یک هوشدار است، یک اخطار است که اولادکای نازنین خودشانه اولادای مسلمانشانه و دام کسایی که اونا به نماز باور نداشته باشن اونا به حجاب و به اسلام و به اینا رشخند کنن و او کلانایشان هم بگه که برو باز برزو یک ریشکی و یک نسواری را، یعنی که مسلمان ها ریشکی و نسواری هستن، اینا عیف مسلمان ها که کد از اینا خیشایی کنند، صدقه خاک بوت های از دخترهای با حجاب ما یا بچه های مسلمان ما شوند. خداوند دعا کنیم که اونا رو خدا هدایت کنه، اگر هدایت نمی کنه خداوند اینا رو در هیچ خانه مسلمان راه نده که در رو خانه اینا ضرر برسانن. این تلفن آخری رو میگیرم و بله. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید خواهر. خود یک سوال داشتم، بعد نماز ویتر همین خوندن دو رکعت نماز نفل واجب است؟ اینکه نخوندن بعد از نماز ویتر دو رکعت نفل میگین؟ بعد از نماز وتر دیگه نفل نیست تا به نماز صبح، الا اینکه اگر کسی بخونه، یعنی ممنون نیست، میتونن که نفلشان رو بخونن، اما بهتر است که اگر نفل میخوانن پیش از وتر بخونن، وترشان در آخر شب بخونن. در حق ما دعا کنین، خداوند شما را سرفراز داشته باشه، که حافظ قرآن شوم و در حق ما در آخران دعا کنین. یا الله خداوند شما را عمر بده، اولادکای شما را همگیشان خداوند در پناه قرآن زنده داشته باشه، حافظ شوند قرآن، عامل قرآن شوند، قرآن
تاج سرشان شود. خداوند انشاءالله که شما را با اولادهای نازنینتان در بهشت برین جا بده. انشاءالله خداوند تاجکستان هم در پناه اسلام و قرآن آزاد و آباد بسازه. وقت ما به پایان رسیده، ما از عزیزای خودم تشکری میکنم، کسایی که اگر تلفن کردن تلفنشان رخ نشد. امیدوار هستم تا برنامه آینده همگی ما را پروردگار در پناه خود داشته باشه. با قرآن زندگی بکنیم، قرآن را دوست داشته باشیم، با تلاوت قرآن، با فهم قرآن، با عمل به قرآن. تا برنامه آینده، شب و روز شما بخیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بعض قرآن آنچرا که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.